شما فکر میکنید چقدر این اقدامات این چنینی مبنای حقوقی داره؟ ابدا، اصلا و ابدا. قانون بین الملل این موضوع روشنه. اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عیان و اندیشه رو حق مسلم میدونه. اصل 18 و 19 معاهده جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو اینا رو تایید کرده و جزء قانون بین الملل هست که ایران مجبوره و لازم الاجرا براش هست، اینا رو باید ازشون تابعیت کنه. ولی متاسفانه ببینید با حکومتی طرف هستیم که حتی به قانون ملل هیچ احترامی نمیذاره، بلکه افتخارم میکنه در آدم ربایی که یکی از جنایات شناخته شده در قانون بین الملل هست. از یه همچین حکومتی انتظار چیز دیگه ای داشتن آدم انتظار ایدیس یا انتظار که شما مانند صدا و سیمای ایران بیایید و اعتراف کسانی که شکنجه شدن رو بیایید مخابره کنید و بگید این حقیقته. متاسفانه از یه همچین رژیمی که قوه قضاییش اسم برده، قوه قضاییش رأسش کیه؟ آقای رئیسی است که از متهمین تراز اول جنایات قتل عام 67 در زندان گوهردشت و اوین و کشوره. از یه همچین قوه قضایی انتظار داشتن که به قانون احترام بذاره بسیار انتظار بیجایی است. آقای موسوی، شما در مورد اینکه نهاد قوه قضایی الان به هر حال چه ساختاری داره صحبت کردین، ولی به هر حال این نهاد قضایی با این ساختاری که داره بر چه مبنای این رفتار رو از خودش بروز میده و چه اهدافی رو بیشتر میشه گفت دنبال میکنه؟ این قوه قضایی، خانم، بذار احترام به کلمات بذاریم، زبان فارسی زبان غنی است، کلمه داره. این قوه ماشین جنایت، ماشین آدمکشی، دستگاه جرم تراشی است. این دستگاه قضاوت نیست، دستگاهی که از روز اول دادگاه شرعش با محاکمه های 5 دقیقه‌ای مردم ایران، شهروندان این کشور که صاحبان این مرز عموم هستن و تیرباران میکرد و جونشون میگیره. امروز در رأس اون حکومت، در رأس اون دستگاه یکی از جنایتکارترین عناصر این رژیمه که الان من دارم براش در جلب بین‌المللی آماده میکنم. شما فکر میکنین آقای موسوی، شما فکر میکنین نگاه به آزادی بیان توی یک همچین قوه قضاییه چطور تعریف شده هستن؟ اولا خانم، اگر این حکومت به قوانین خودش احترام میذاشت ما میتونیم این بحث رو جلو ببریم. این حکومتیست که ببینید اصل 27 قانون اساسیش که میگه حق تظاهرات بدون غیر مسلحانه در خیابان ها آزاد است. ببینید چیکار کردم، 300 خورده این نفر از شهروندای این مملکت رو مثل حیوان کشتن، تیراندازا به این مردم تیراندازی کردن، گلوله‌های خوشه‌ای به طرفشون تیراندازی کردن و اینا رو کشتن و خدا میدونه چند تا از زخمی ها رو بردن و بالاخره تکلیفشون چی خواهد بود. یه همچین حکومتی رو اصلا با این معیارها با زبان عادی نمیشه راجبش صحبت کرد. بهتره بشناسیم با چه پدیده‌ای روبرو هستیم، با یک حکومت گیاهی روبرو هستیم. وقتی اینو بپذیریم دیگه میتونیم یه بحث جدی رو شروع کنیم. با این حکومت، با این قوه، چه اقداماتی میشه کرد آقای موسوی با این از لحاظ حقوقی چه اقداماتی میشه کرد الان؟ یک اینهایی که مسببین این کار هستن باید به ما معرفی بشن که ما حکم جلب بین‌المللی براشون بگیریم، مانند همین حمید نوری که یکی از عناصر کشتار قتل 67 بود که در الان برای اولین بار در 41 سال این تاریخ سیاه این رژیم اپوزیسیون تونسته یواش یواش ماشین عدالت رو بر علیه این رژیم به راه بندازه. چقدر حکومت فکر میکنه که فشارهای این چنینی ممکنه باعث تغییر نگرش این شبکه ها بشه؟ این حکومت متاسفانه دیگه تصمیم گرفته که رفته توی غاری قایم شده و رابطهش با دنیا میخواد قطع کنه. کارایی کرده که دنیا نمیتونه این حکومت تحمل کنه دیگه و میدونه که هیچ راه برگشتی به جامعه بشری نداره و نتیجه به اصطلاح عوامانه زده به سیم آخر. از این حکومت انتظار اصلاح کردن خودش، شیبه خودش، به احترام به حقوق انسانی و اولیه شهروندا انتظار بسیار بیخودیست. ما
از طریق سازمان ملل. البته من نامه نوشتم به دبیر کل که راجع به این کارهایی که این چند روز شده، ولی ببینید حتی گزارشگر ویژه را نمیدن اینا. من امروز نامه به خانم میشل بشدت نوشتم و شما میخوام ایران اینترنشنال با آقای دیوید کی که گزارشگر ویژه رواج و حفاظت حق آزادی اندیشه هست، هر چه زودتر ایران اینترنشنال بنویسه و اعتراض کنه. ولی این رژیم رژیمی نیست که متأسفانه افکار عمومی رو براش پشیزی قائل باشه، چه کوچکترین احترامی قائل باشه، چون خودش میدونه دیگه یک حکومت یاغی براش حمایت یاغیان، یعنی سپاه پاسداران و این آدم کشانی که در این مملکت دارن حکومت میکنن، حمایت اونها برای این رژیم نه، برای نه حکومت، نه حمایت افکار عمومی جهانی.